مهندس وناس فیصل مدیر بخش مهندسی پروژه مسیر جدید بین شهر مقدس کربلا و بغداد از ادامه این پروژه خبر داد وی در ادامه افزود این پروژه ده کیلومتر را به هشت بخش تقسیم کرده و در حال کار روی این پروژه هستیم تا هرچه سریعتر پایان پذیرد و تا پیش از اربعین حسینی به بهره برداری برسد سازمان اروپای عربستانی حقوق بشر به همراه چهارده سازمان حقوقی دیگر نامهای خطاب به کلیمان نیالیت سوسی کمیساریای دفاع از حقوق در تجمعات مسالمت آمیز در اروپا خواستار محکومیت عربستان و برخی دیگر کشورها توسط وی شدند این سازمان ها در نامه خود که 26 جوان 2023 منتشر شد خواستار دفاع او از برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در عربستان سعودی لبنان، تونس و مصر شدند. آنان در نامه خود به حملات نیروهای امنیتی به تجمعات مسالمت آمیز در این چهار کشور اشاره کردند. تعدادی از نمایندگان پارلمان بریتانیا با انتشار بیانیه ای نارضایتی خود از سفر سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین به کشورشان را اعلام کردند این نمایندگان ضمن اعلام نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در بحرین خواستار آزادی فوری آنان و توقف احکام اعدام در این کشور شدند نمایندگان پارلمان بریتانیا با اشاره به وجود 1200 زندانی سیاسی در بحرین خواستار اجرای عدالت و احقاق حقوق بشر در این کشور شدند. با ادامه درگیری ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در خارتوم ساکنان این شهر از خانه های خود به شهرها و استانهای مجاور فرار می کنند و این امر موجب می شود تعداد آوارگان داخلی به بیش از دو میلیون نفر افزایش یابد به گزارش سایت عربی الجدید از 15 آوریل که درگیری ها میان دو طرف سودانی در پایتخت این کشور با سه شهر خارتوم بحری و ام درمان آغاز شد پایتخت همزمان درگیری های مستقیم هدف حمله, هوایی و توبخانه شدید قرار گرفت و خانه های غیر نظامیان ویران شده و تعداد زیادی از آنها کشته و زخمی شدند و با تشدید درگیری ها آوارگی های روزانه ادامه دارند. بر اساس ارزیابی های عربی الجدید تعداد زیادی مسافر که بیشترشان خانواده هستند در منطقه الکلاکت لفه واقع در جنوب خارتوم چمدان به دست سرگردان و به دنبال بلیت ارزان هستند گفتنیست با افزایش فرارهای جمعی در پی درگیری ها در خارتوم برخی محله های آن تقریبا خالی از سکنه شدند در این میان برخی به دلیل شرایط بد نداشتن پول دوری مناطق بستگانشان و خطرات راه هنوز در خانه هایشان ماندند. برنامه جهانی غذا با اشاره به شرایط افغانستان اعلام کرد برای ادامه کمک به مردم افغانستان به بیش از یک میلیارد دلار در این کشور نیاز است بر اساس بیانیه برنامه جهانی غذا برای ادامه کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان در زمستان پیشرو به بیش از یک میلیارد دلار در این کشور نیاز است این سازمان در ادامه اظهار داشت به دلیل نبود منابع مالی مجبور شده است تعداد افرادی را که در ماه در ماه به آنها کمک می کند به 5 میلیون نفر از آسیب پذیرترین افراد کاهش دهد. هسیا او ویلی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان، اوایل هفته جاری اعلام کرد بودجه این سازمان برای تهیه کمک های غذایی به افغانستان تا پایان ماه اکتبر سه ماه دیگر به اتمام میرسد دبیر کل سازمان ملل متحد امیدوار است که شورای امنیت گذرگاه مرزی باب الهوا بین ترکیه و سوریه را که شاهراهی برای ارسال کمک های و حیاتی است به جای شش ماه یک سال تمدید کند. به گزارش اساس پرس منطقه ادلب در شمال غربی سوریه دارای چهار میلیون سکنه است و بسیاری از آنها در جنگ دوازده ساله داخلی سوریه آواره شدند. صدها هزار تن در چادر زندگی می کنند و به کمک های و به کمک های نیاز دارند که از گذرگاه بابل هوا وارد سوریه می شود. دیوید کاردن که یکی از نمایندگان سازمان ملل در امور بحران سوریه است در سفری به ادلب گفت آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل با سراحت بیان کرده که می خواهد شورای امنیت مجوز عبور و مرور در گذرگاه باب الهوارا که در ده جویه منقضی می شود به مدت دوازده ماه تمدید کنند نه شش با. شبه نظامیان الشباب در اقدامی تروریستی مسجدی را در شبلی, سو در شبلی سومالی منفجر کردند. به گزارش بالبلدی منابع امنیتی از پایتخت سومالی موگادیشو اعلام کردند شبه نظامیان تروریستی الشباب الخوارج مسجدی در منطقه دار و را در منطقه شبلی منفجر کردند این منابع افزودند عناصر تروریستی مسجد مسکور را منفجر کردند و این اقدام با واکنش ساکنان محلی و روحانیون مواجه شد حسن حسین منگاب استاندار بنادر و شهردار سابق موگادیشو گفت هیچ فرقی بین کسانی که به مسجد حمله کردند و افرادگرایی که نسخه از قرآن کریم را سوزاند نیست. یک مطالعه جدید نشان می دهد که افراد مبتلا به زوال عقل هنوز هم می توانند چیزهای جدید یاد بگیرند. زوال عقل اغلب با فرضیات منفی در مورد از دست دادن حافظه، استقلال شخصی و یادگیری چیزهای جدید همراه است. اما اکنون یک مطالعه جدید نشان داده است که برخلاف باورهای رایج، ممکن است افراد مبتلا به زوال عقل بر خلاف این شرایط بتوانند به یادگیری ادامه دهند.